سلام بچه ها، وقتتون بخیر. امیدوارم صحیح و سلامت باشید. یکی از بچه های سوالی پرسیده بودن، گفتن که من برای چند تا کنگره میخوام مقاله بفرستم، مقالم مروریه، مثلا این کارو بکنم یا نه، یعنی مقاله مروری برای کنگره ها ارسال بکنم یا نه. خب همینطور که احتمالا شاید بدونید، من کنگره 15 کنگره دانشگاه علوم پزشکی کشور، 19 کنگره دانشگاه علوم پزشکی کل کشور که هر کدوم با هلوش 800-900 تا مهمون بوده رو به حساب با کمک دانشجوها منیج کردیم دیگه. خب و حالا کنگره های کوچیک هم که دیگه زیاد بوده. عموماً غالب کنگره ها علاقه به دریافت مقالات مروری شما ندارن، یعنی مثلا بیشتر تمایلشون به سمت مقالاتی هستش که اوریجیناله، حتی کیس ریپورت، یعنی اوریجینال، یعنی مثلا یا مداخله‌ای به عنوان مثال کارآزمایی بالینیه، نیمه تجربیه و حالا مدلای دیگه، از اون ور نمیدونم کار توصیفیه، یعنی مقطعی انجام داره میشه، و طولیه به عنوان مثال، حالا دیگه از مطالعات توصیفی ساده گرفته بررسی، یا مثلا بررسی ارتباط چند تا متغیر با هم دیگه. و این مدلی بیشتر کنگره ها ترجیحشون اینه که شما براشون مقاله اوریجینال بفرستید. حالا یه استثناءاتی هم وجود داره، به عنوان مثال بچه های مقطع دکترا، همینطور که میدونید برای انجام کار پایمنشون لازمه که یه مرحله از کارشون به حساب سیستمی که سیستماتیک ریویو اصطلاحاً، اینا لازمه که بیان به حساب تو این حوزه‌ای که میخوان کار پژوهشی انجام بدن، بیان ابتدا یه مقاله غالباً هم یعنی حداقل مقاله رو چاپ میکنن، غالباً چاپ میکنن، بیان سرچ بکنن ببینن که تو دنیا تو اون حوزه چه خبره. یعنی مثلا یه فردی میخواد، مثلا من آموزش همتایان داشتم کار پایانم، هم فرض این پایانم مثلا پی اچ دی بوده، مثلا بیشتر کارا حالا ممکنه کیفی باشه تو رشته های پرستاری و آموزش بهداشت و چی و اینها، فرق نمیکنه کلا همه رشته ها. اصولا به این صورتی که ما میایم، مثلا من حالا یه مثال بزنم، مثلا من آموزش همتایان بوده روی خودکارآمدی قلبی مریضایی که میخواستن جراحی قلب انجام بدن. خب شما فکر کنید من باید بیام ببینم توی این حوزه چه کارهایی انجام شده که من این کار رو بخوام انجام بدم. مثلا میام یه سیستم ریویو انجام میدم، 500 تا مقاله پیدا میکنم با همون سرچ های ساده اولیه، بعد میام کم کم معیارهای ورود، اصطلاحا اینکلوژن کرایتریا و اکسکلوژن کرایتریا، معیار ورود معیار خروجی زیادی رو به کار میبندم، اون مقالاتی که خیلی شبیه کار من هستن رو جدا میکنم. وقتی مقاله رو جدا میکنیم به این صورته که در نهایت مثلا به 15 مقاله میرسیم، اون 15 مقاله رو توی یه مقاله جمع و جور میکنیم، بحث میکنیم در موردش، و بعد توی دیسکاشن توضیح میدیم که آقا گپ کار کجاست، یعنی مثلا کجا کار ما این کارا مشکل داشته، کجا بهتره که کار بشه. مثلا قالب مطالعات مثلا 8 هفته فالوآپ داشتن، قالب مطالعات مثلا مداخلهشون اینجوری بوده. اینه که شما میایید بر اساس یافته های این مطالعه های دیگه دیسکاشن رو می‌نویسید، بعد هر کی بخواد اون کارو انجام بده که حالا خودتونم باشید، ترجیحاً باید کاری رو انجام بدید که شبیه اونا دیگه نباشه. یعنی مثلا اگر یه کاری میخوام انجام بدیم، اگه سیستماتیک ریویوش انجام شده، حتما باید بریم اون بحث رو بخونیم، ببینیم که ضعف کارا کجاست، ایراد کارا کجا هستش، که ما دیگه نریم کار تکراری انجام بدیم. به خاطر همین چون کار پایان‌نامه پی اچ دی هم هست، معمولاً کارهای خیلی خفن و خوبی هم هست، اینا رو میپذیرن. عموماً صحبت بکنیم ممکنه بپذیرن، ولی واقعاً کارهای دیگه خیلی کم. مثلا متأسفانه باب شده آقا دانشجو یه کار اوریجینال نداره، میاد میره مثلا شروع میکنه به حساب کار سیستماتیک ریویو نوشتن. من نمیگم خیلی بده، آقا اوکی، شما برای بالاخره پر کردن سی وی استفاده کن، بابا همه میدونن که کارهای سیستم ریویو احتمالاً استناد بیشتری میگیرن، فلان زودتر ممکنه چاپ بشه، ایراد متدی ممکنه کمتر به کار گرفته بشه، یعنی همه میدونیم که کارهای سیستم ریویو کاری هستش که بهتر چاپ میشن، ولی دقت بکنیم که نکنه این کار طوری بشه که دیگه من همه به قول این خارجی‌ها فوکسم رو بیام بذارم روی کارهای سیستم ریویو و کارهای اوریجینال رو بذارم کنار. این ضعف‌ها حتی برای گرین کارت امریکا که از طریق پژوهش اقدام میکنن، که بهش میگن NIW، کارهای توصیفی خیلی امتیازی
نداره، حتما لازمه که ببینیم آقا ما چی کار کردیم. بعد متاسفانه مثلا یه از طرفی هم بچه‌ها میگن آقا کار مثلا سیستماتیک ریویو یا حالا ضعیفی می‌نویسیم، یه شبه جمعش می‌کنیم، یه هفته جمعش می‌کنیم، یه شبه که نه علی آقا یه هفته سه روز چهار روز جمعش می‌کنیم. این هم باز باعث میشه که مثلا ارزش این کار متاسفانه داره بیاد پایین. هرچند کارهای سیستماتیک ریویو خیلی قوی که بچه‌ها میان متاآنالیزش رو هم می‌نویسن واقعا زمان بره، یعنی اصلا با یه هفته دو هفته یه ماه اینجا قابل انجام نیست. اما در کل توصیه‌م اینه که کارهای سیستماتیک هم انجام بدید، ولی حتما از صاحب نظر اون حوزه کمک بخواید، این خیلی اهمیت داره. حتما کارهای به حساب خودتون رو هم ببرید جلو، کارهای مقطعی ایرادی نداره آقا، بررسی تو متغیر خیلی ساده اصلا حتی تا حدی هم تکراری باشه خوبه، ایرادی نداره، چون کار رو یاد میگیرید. پژوهش رو با کارهای معمولا اوریجینال یاد بیشتر یاد میگیرید، اونام که قطعا خوبه مفیده، ولی اینور بهتره. پس قالب کنگره اینجوری، مگه اینکه یه کنگره باشه مثلا اسم کنگره مثلا کنگره استراتژی ریویو فلان در بهداشت و مثلا سلامت مثلا، یا یه اینجور کنگره باشه. در غیر این صورت توصیه میشه که کارهای سیستم ریویو ارسال نکنید برای کنگره ها. ان شاءالله که صحیح و سلامت باشید. مرسی از اینکه کانال من رو دنبال میکنید، خوشحال شدم. سالم باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ.